درود بر آزادی خواهان و مردم شجاع سرزمینمان ایران با ما همراه باشید امام جمعه و مشاور مشتبا خامنه ای به دست مردم افتاد ویدیویی که ایران را تکان داد جمهوری اسلامی مارگزیده ای که از درد به خود میپیچد قبل از شروع ویدیویی ببینید از ارزشی های رژیم که به چنین روزی فکر نمی کردند. یک ارزشی از نظام می خواهد تا تقاس خون نصر الله را بگیرند. جنایتکار آمریکای خاصه. دیگه قصی شدن. و با, با همه م... اصلا کار اه... این با مردم واقعا یعنی اتحاد سیدا کنند. بکنند تقاسی خون چسافت بگیرند. یه آمریکای جنرکار در رحمان رحیم عوارزی قوم تعداد زیادی از بچه های انقلابی و هزباللهی داریم میریم سمت فرودگاه امام حالا بعضی ها تو فضای مجازی اسمشو گذاشتن حرکت نمادین که ارزششو کم کنن نه اینطوری نیست هزاران نفر توی لبنان الان تو بیمارستان ها مجروحن و نیاز به کمک دارن داریم تلاش میکنیم رایزنی میکنیم چه برای کمک چه برای جنگیدن البته حالا ما که جانمون قابل نیست ولی این همه بچه های انقلابی هزبولایی انشالله الان دارن حرکت میکنن سایر استان ها هم از این برنامه ها دارن که انشالله بتونن اجرایی کنن و لبیک لب بگن انشالله به حضرت آقا بار دیگر از شما بینندگان عزیز کیوسک می خواهیم که برای حمایت اددکسری از تیم خبری ما همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه حتما دیدگاهتون رو در ارتباط با فعالیت رسانه کیوسک به فارسی و انگلیسی کامنت کنید. از همه شما تا به ایران فکر کنیم امام جمعه و مشاور مشتبا خامنه ای به دست مردم افتاد ویدیویی که ایران را تکان داد ویدیویی که روز گذشته از کانال تلگرامی رادیو گیلان پخش شد شوک جدید و بسیار بزرگی را به جامعه مذهبی آن هم در لابلای ترس مقامات حکومت از حمله اسرائیل ایجاد کرده فیلم مستحجن سید مرتزا غروی نوه یایت الله قروی که از نزدیکان رهبری، مشاور مشتبا خامنه ای و رئیس مرکز مبلغین تهران بزرگ است، بار دیگر پوچ بودن دینی و بیفتی مقامات جمهوری اسلامی را برای مردم ایران اثبات کرده. توجه داشته باشید که تمام این اتفاقات داخل یکی از مساجد جامعه تهران یعنی مسجد گلشن اتفاق افتاده است. به دلیل محدودیت های یوتیوب قادر به پخش این ویدیو نیستیم. سید مرتزا قروی یکی از منبری های معروف تهران و از نزدیکان خانواده علی خامنه است. او در این ویدیو در چتی تصویری با یک خانم متعلق سیغه می خاند و در ادامه در مسجد عمل جنسی خود را انجام می دهد. نکته این که قبل از خواندن سیغه نیز از کلمات جنسی و مستحجان استفاده می کند. یک کانال تلگرامی از اخبار محلی اعلام کرد که بلا فاصله بعد از پخش این ویدیو تعدادی از مردم منطقه اطراف مسجد گلشن به مرتزا قروی که در حال اقامه نماز عصر بود حمله کردند و با چوب و تسمه او را به شدت کتک زدند. قروی با سر و صورت زخمی توسط اطرافیانش از قاله فرار کرد. چند ساعت بعد اکانت اینستاگرامی قروی با 26 هزار دنبال کننده و نیز کانال تلگرامی از دسترس خارج شد ویدیوی مستهجن قروی باعث خشم کاربران های اجتماعی حتی ارزشیها از مقامات جمهوری اسلامی شد کاربران مذهبی با برائت از مسئولانی که پیشانیشان با مهر سوخت پینه بسته اعلام کردند که دیگر برای این رژیم جان خود را هدر نخواهند داد. هنوز هیچ که از مقامات حکومتی و خبرگزاری های داخلی درباره این ویدیو اظهار نظر نکردند. گفتنی است در صبح امروز مسجد گلشن در پای خود را بسته و به مردم معترضه که مقابل آن تجمع کردند پاسخ نمی دهده. جمهوری اسلامی ای که از درد به خود می بر اساس اعلام منابع رویترز اسرائیل اجازه نداد هواپیمای جمهوری اسلامی وارد لبنان شود تا جسد حسن نصرالله را به تهران ببرد احتمالا امروز حسن نصرالله در همان لبنان خاک می شود ویدیوی منتشر شده از جلسه ستاد انتفاضه و قدس برای برنامه ریزی مراسم مربوط به نصرالله نشان می دهد یکی از اعضا پیشنهاد می دهد که جسد او را حتی اگر شده چند ساعت به ایران بیاورند یه خورده میخوام بیشتر جسارت کنم بگم که تراحی بشه مشورت بشه اگر بشه برای چند ساعته شده سید رو ما بیاریم ایران برای تشتی جنازه بالاخره هر چه باش خیلی سخته هزینه داره ارز کنم خدمت شما که فکری بشه برای این موضوع به عنوان یک پیشنهاده حالا نمادین اگه خواد تشتی بشه عمده اون بحث استفاده از های مردمی و فضای مجازی که الان دارن تلاش میکنن نقطه که آقای مصطفی عزیز اشاره کردن به نظر من این باید یه مدیریت بشه و در یک جمله بحث جهاد تبیین یک فرصت خوبی است استمرار داشته باشه تا 13 آبان ما هم هر کار یا دستون بر بیاد در خدمت دوستان اسرائیل پس از حملات شدید و سنگین به حزب الله لبنان و کشتن حسن نصرالله رهبر این گروه حملات هوایی خود را به حسی ها یکی دیگر از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از سر گرفته و بندر حدیده مهمترین بندر تحت کنترل این گروه را بمباران کرده علاوه بر این اسرائیل به مقابله با حملات موشکی و پهبادی سوی هشت و شبیه عراق در مرزهای شرقی خود می‌پردازد و در کرانه نیز. با گروه های مسلح از جمله بخشهایی از حماس درگیر است. در جبهه جنوب نیز همزمان با دفع حملات حسی ها های بیشتری را در فاصله 1800 کیلومتری از مرزهای جنوبی خود در یمن انجام می دهد. با همه اینها اسرائیل آمادگی خود را برای پاسخ به هر گونه حمله احتمالی از سوی جمهوری اسلامی حفظ کرده است چون که در فروردین گذشته نیز به سایت های پدافندی اس جمهوری اسلامی در اسفهان حمله کرده این اقدامات نشانه از آمادگی بالای ارتش اسرائیل برای جنگ در چندین جبهه دارد توانایی که کمتر ارتشی در منطقه خاورمیانه از خود نشان داده است در چنین شرایطی جرد کشنر داماد دونالد ترامپ در توییتی طولانی گفته است که روز کشته شدن حسن نصرالله مهمترین روز خاورمیانه پس از توافق ابراهیم بوده است خلاصه حرف داماد ترامپ این است که دولت بایدن بی دلیل بر اسرائیل برای آتش فشار می آورد. او معتقد است حالا که جمهوری اسلامی و حزب الله به شدت تضعیف شدند، باید به اسرائیل اجازه داد کار را به پایان برساند. کشنر همچنین گفته هیچ کارشناسی پیش بینی نمی کرده که اسرائیل چنین ضربه‌ای به حزب الله وارد کند. به اعتقاد کشنر تا به حال تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به رغم ضعف پدافند ایران نابود نشده زیرا حزب الله مثل یک تفنگ آماده به سمت اسرائیل نشانه رفته بود و این عامل بازدارندگی برای ایران در چهل سال گذشته بوده است اما اکنون با تضعیف حزب الله این سپر از دست جمهوری اسلامی افتاده است او گفته است با کشته شدن 16 فرمانده ارشد حزب الله تنها در نه روز ایران دیگر چنین تحدیدی علیه اسرائیل ندارد کوشنر تاکید کرده که چنین فرصتی که اکنون وجود دارد ممکن است دیگر برای اسرائیل پیش نیاید و به همین دلیل باید از آن استفاده کامل کند و کار را تمام کند دو نکته مهم در مورد صحبت های کشنر وجود دارد. اول اینکه کشنر به عنوان فردی بسیار نزدیک به دونالد ترامپ به دولت بایدن میگوید که نباید این میزان به اسرائیل برای آتش بس فشار بیاورد و باید اجازه دهد اسرائیل کار خود را انجام دهد. او معتقد است با این فشارها برای آتش بس دولت بایدن دارد کار را خراب می کند. در تایید این مسئله جان کربی یکی از سخنگویان ارشد دولت بایدن گفته است که باید برای کاهش تنش تلاش کنیم در حالی که کشنر معتقد است که آمریکا نباید مزاحم اسرائیل شود و باید بگذارد کارش را انجام دهد نکته دوم و مهمترین است که کشنر نماینده تفکری است که ممکن است چه روز دیگر انتخابات آمریکا را ببرد و تصمیم گیری در کاخ سفید را به دست گیرد. کشنر در دولت قبلی ترامپ از مشاوران اصلی او بوده و پیش بینی می شود که در صورت پیروزی ترامپ و بازگشت جمهوری خواهم به کاخ سفید بار دیگر به با عنوان یکی از اعضای با نفوذ تیم ترامپ در زمینی معادلات خاورمیانه به ویژه در قبال اسرائیل و ایران نقش داشته باشد در این میان تحولات اخیر نشان داده است که محاسبات علی خامنه ای درباره اسرائیل به طور چشمگیری اشتباه بوده است حزب الله بزرگترین و مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به دلیل بمباران شدید اسرائیل به شدت تضعیف شده است این خسارات سنگین به حزب الله پس از تلفات مشابه به حماس و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران بار دیگر اشتباهات راهبردی علی خامنه ای را نشان داد خامنه ای پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر اعلام کرده بود که اسرائیل شکست خورده و این شکست جبران ناپذیر است اما اکنون با وضعیت وخیم حماس و حزب و احتمال تکرار این وضعیت برای حوثی مشخص شده است که محاسبات راهبردی خامنه ای چقدر اشتباه بوده است خامنه ای تصور نکرده بود که اسرائیل قادر است ضربات سنگینی به حماس و حزب وارد کند حتی با وجود اینکه اسرائیل به شدت به حماس ضربه زد تحلیلگران تصور میکردند که حزب الله تهدید بزرگتری نسبت به حماس است و به راحتی قابل سرکوب نیست اما اسرائیل نه تنها حزب الله را در مدت زمانی کوتاهتر بلکه با ضرباتی بسیار سنگینتر از حماس مواجه کرد ضرباتی که در تاریخ 42 ساله حزب الله بی سابقه بودند اکنون جمهوری اسلامی نه تنها دستاوردی از حمله حماس به اسرائیل نداشته است بلکه وارث حماسی شده است که به شدت تضعیف شده و حزب که تا بیشتر از حماس آسیب دیده است این نشان می‌دهد که محاسبات خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران اشتباه از آب است جمهوری اسلامی بدون یک حزب قوی اکنون در مقابل اسرائیل و آمریکا تقریباً بی‌دفاع به نظر می‌رسد یاران و همراهان عزیز با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید. شب بر همگی خوش، پاینده ایران.